در مورد وضعیت امنیتی بغلان و همچنان انتقال دانشگاه بغلان صحبت میکنیم با مهمانم منیر ستاری، تحلیلگر سیاسی که روی خط با ما هستن. آقای ستاری خوش آمدید به بحث. سلام، احترامات ما را پذیرا شوید. سلامت باشید. در مورد جزئیات انتقال دانشگاه بغلان چی میدانید؟ سلام بر شما و بینندگان تلویزیون اریانه نیوز. صبح شما بخیر. البته دانشگاه بغلان تقریبا از روزی که تهدابگذاری از پهنتون شده و بعدا از طرف یک حلقات خاص مقابل این پهنتون و محصلین و استادا یک نوع تعصبات روان هستند. البته این بار سومی است که پهنتون بغلان از منطقه حسین خیل به شهر پل خمری انتقال می شود، چون دلیلی از یایی هستند که وضعیت امنیتی ساحه پهنتون خراب است. ما نمیتونیم که به این ساحه به تدریس برویم. البته این پهنتون در حیث حسین خیل که است بین ولسوالی بغلان مرکزی و شهر پل خمری است. شما میدانید که ولسوالی بغلان مرکزی یک پرنفوسترین ولسوالی است که تقریبا 6 لک نفوس داره. از این به خاطر ازی که در بین شهر پل خمری و ولسوالی بغلان مرکزی هستند که تا محصلین بتوانند که از هر دو شهر با زودترین وقت به تدریس خود برسند. درست. ولی انتقال دانشگاه بخواست کی صورت میگیرد؟ این یک حلقه است که بالای رئیس پهنتون، استادای پهنتون فشار وارد میکنه که تا پهنتون از منطقه حسین خیل به شهر پل خمری انتقال شود. درست. آیا به نظر شما خوب است انتقال دانشگاه یا نه؟ میتونه زیانبار باشه؟ نه خیر، به خاطر از که زیانبار هستن. شما میدانید که اقتصاد مردم خوب نیستند. وقتی که یک ولسوالی 6 لک نفوس داشته باشد، حتما این ولسوالی به تعداد 2.5 هزار محصل هم در پهنتون داره. این محصلینی که از ولسوالی بغلان مرکزی به شهر پل خمری میان روزانه باید 100 روپه بپردازن یا تا بیان تدریس خود پیش ببرن. اگر در حسین خیل باشه روزانه باید 40 افغانی باید بپردازن بیان تدریس خود پیش ببرن. این مشکلات به 2.5 هزار محصلین است که از طبقه اولاس و ذکور هستند. دومی است که امرای محصلین و استادا یک نوع خیانت است، به خاطر از اینکه محصلینی که به تدریس می آیند یا 50%شان از ساحه طالب می آیند، اینجا درس می خوانند و استادا تدریس خود پیش می برند. اینجا از طرف حلقات خاص که پهنتون و بالای رئیس و استادا فشار وارد می شود. کی هستی حلقات خاص؟ شما میشناسینشان؟ بله ما میشناسیم، خود رئیس پهنتون هم میشناسه. کسی هست که رفتن بسیار یک خیانت کلانی کردن که کتابخانه را ویران کردن، میز و چوکی پهنتون ویران کردن، دیتای پهنتون مکملا خراب کردن، لوحه پهنتون غلطاندن. این یک حلقه خاصی است که از طرف یک احزاب خاص یا تحریک میشوند. به خاطر از اینکه باید پهنتون از منطقه حسین خیل انتقال شود، به سر دولت فشار وارد شود، کتاب برای یک بودجه خاص دیگه تخصیص داده شود که یا در شهر پل خمری پهنتون تاسیس کنند. البته در منطقه حسین خیل که 2 پهنتون داریم، یک پهنتون زراعت است و یک پهنتون بغلان است. او با هزارها جریب زمین برای اونجا برایشان از طرف دولت تخصیص داده شده. اوجا لابراتوارهای خاص برایشان جور شدن، برایشان کتابخانه‌های خاص جور شدن، لیلیه برایشان ساخته شدن. اما متاسفانه ما نمیدانیم این حلقات چرا با این منطقه و با پهنتون و با محصلین اینقدر تعصب دارد. البته نه امر پهنتون تعصب دارد. شما میدانید که در منطقه حسین خیل یک شفاخانه 120 ریز جور میشد. نمیدانیم که 120 بود یا بالا بوده. از این حلقات، از طرف همین حلقات مدت چندین سال بشود که کاری از این پروژه 40% پیش رفته، از طریق این مردم مختل میشه، مزاحمت میشه، در جلسات اداری ولایت برشان رای داده نمیشه که تا شرکت های ساختمانی برای شفاخانه را تکمیل کنه تا مردم بتواند که به این شفاخانه بیان مشکلات خود حل برسه. آقای ستاری، شما گفتین که او حلقات را شما میشناسین، حتی رئیس دانشگاه و استادان هم میشناسه، حتما رفتین با نهادهای امنیتی مراجعه کردین، پاسخشون چی بوده؟ ما از نهادهای امنیتی یک گله داریم، از خود اداره محلی ولایت بغلان گله داریم، به خاطر اینکه وقتی که موتر استادای پهنتون هدف قرار گرفت، ارگانهای امنیتی و کشفی در این بخش هیچ دستاوردی نداره. طالب محترم ذبیح‌الله مجاهد یک گپ بیخی رد ساخت، ما با استادای پهنتون و با محصلین کدام دشمنی نداریم و این کار از افراد ما نکرده و ارگانهای کشفی و امنیتی در این بخش هیچ کدام جوابی نداره. فقط برای ازی که روز به روز حکومت خود جمع کرده رئیس در شهرها، بالاخره تاکه ما حکومت داری میکنیم، ما باید خود در یک شهر محاصره نسازیم. چرا پانتون بغلان از حسین خیل به چی انتقال میشود به پل خمری؟ این خاص یک حلقه است، میخواهد که بغلان مرکزی سابق مرکز قطغن بوده، بعدا مرکز ولایت بغلان بوده، مقام ولایت بغلان مرکزی بوده، به طور موقت ولایت انتقال شده به شهر پل خمری. در این روزا آوازه است که از طرف ریاست جمهوری و حکومت که باید ولایت به بغلان مرکزی انتقال شود. پل خمری یک شهرک صنعتی است، این انکشاف نمی کند، روز به روز پروژه‌ای که ما را صحیح انکشاف ندارد، باید ولایت به بغلان مرکزی انتقال شود. یک دسته است که پانتون هم انتقال میکنن و مردم هم مصروف میسازد که پس خواهان پانتون شود و مقام ولایت که انتقال شود به بغلان و این را فراموش مردم میسازد. ما هیچ وقت از حق و حقوق خود نمیگذریم، ما خواهان مقام ولایت هم هستیم که باید به بغلان انتقال شود و همچنان پانتون یا میگن که ما به طور موقت تبدیل کردیم، ما با کلمه موقت خوشمان نمیاد، چون از ولایت ما به طور موقت انتقال شده. چیزی کم 30 سال می شود که این ولایت در پل خمری یک حلقه خاص، یک حلقه مربوط یک حزب می شود، این ولایت به گروگان خود گرفته. درست روی از این موضوع حرف میزنم، ولی که آنچه که به ما رسید میگن که حمله به موتر استادان دانشگاه و ای که ناامن است، اونا به خاطر از اینکه بهتر تانسا باشن، تامین امنیت بکنن، این دانشگاه را انتقال میتن. ما برطور میگوییم که وقتی که 50% محصلین و استادا از ساحه طالب بیاید و در شهر تدریس کنند، این معلوم است که طالب با محصل با استاد کدام مشکل نداره. پس کی مشکل داره آقای ستاری؟ شما شاهد نیستین که در بغلان یک مکتب را طالب بسته کرده باشه و یا به پهنتون ضرر رسانده باشه. درست. ما میدانم پس پهنتون کاملا کی مشکل داره آقای ستاری؟ کی مشکل داره با دانشگاه، با دانشجویان و استادان دانشگاه؟ مشکل یک حلقه خاصی است که بالای رئیس، بالای استادان فشار آوردن، فشار وارد ساختن، یا همقدر چشم سفید هستند که در کدام ساحه یا درس میخوانند و او یا او جمیرن تخریب میکنند، کتابخانه را، کامپیوترها را، چوبات تخریب میسازند. باید ارگانهای امنیتی و کشفی یا را جمع کنند و یا را بندی بسازند. شما از طرف کی تحریک میشوین که بالای پانتون حمله میکنه؟ به خاطر از اینکه یک ارگان تحصیلی و تربیتی است و شما در اینجا تربیت پیدا میکنین، اولاد شما تربیت میشود، چرا با این نهاد شما دشمنی دارید؟ ما گفتم از روزی که تهداب گذاشته شده در منطقه حسین خیل از پهنتون، از طرفی از این مردم با پهنتون یک نوع تعصب است. این بار سومش است که پانتون انتقال می شود و شهر پل خمری. درست. آقای ستاری، کسانی که شما از او یاد کردین و گفتین که باعث میشه که پانتون ناامن باشه و تا اینا حمله میکنن، پانتون چوکی و میز و کامپیوترهایش از بین میبره، شما حتما میشناسین و اونا هم فکر کنم باشنده بغلان است، درست؟ بدون شک، بدون شک، بله باشنده بغلان. نهادهای امنیتی هم میدونن که درست. نهادهای امنیتی هم میدونند که چنین اشخاصی در پی تخریب چوکی و میز دانشگاه است؟ بله چطور نمیدونن؟ پس چرا دستگیر نمیکنن؟ زورش نمیرسه؟ درست، زورش نمیرسه یا نمیتونم یا نمیخواه؟ البته ما برتان بگویم که تمام افغانستان مقامات امنیتی کشفی و اداره محلی در تمام افغانستان میخوان که چوکی خود نگاه کنن. از طریق وکلا و شوراهای ولایتی سر از فشار وارد میشن که تا گرفتاری عطایق و یک مظاهره است، قاتلین میگردن، مسئله خودسر میگردن و جلوی ازار گرفته نمیتونن. همچنان دزد، قاتل، رازن یا برالاد شار میگردن، از طرف ارگانه امنیتی و کشف گرفته نمیشن، به خاطر از اینکه از طرف یک تعداد وکیل صاحبا و وکلای شورای ولایتی سر از فشار وارد میشن یا میخواین که چوکی خود نگاه کنن. به خاطر از اینکه اویا گرفتاری بکنن، از طرف می وکلا، همی اشخاص، همی متنفذین سریازا یک نوراجوری میشوند و یا بالاخره چوکی برطرف میشن یا هم محافظه کاری میکنن و چوکی خود درست. اینا کی هستن آقای ستاری؟ شما میشناسین اینا؟ اگر بگوین اینا کی هستن یا میترسین؟ نه ما نمیترسیم. ما براتون گفتم که این معلوم گپ است که از طرف یک تعداد وکلای شورای ولایتی سریازا فشار وارد میشن که باید پانتون انتقال شود و به شهر پل خمری به بدبختانه که در سه پانتونای خصوصی فعلا محصلین وجه امتحان داده رایستند و این خوب یک خیانت است با حیثیت پانتون بغلان که بیایند در پانتونای خصوصی محصلین تقسیمات شود و اینجا از یا امتحان گرفته شوند و بعد از این در سال 1400 یا تدریس کنند برای از یا. و یک خیانت دیگه که از طرف نهادهای امنیتی شدن پیش پهنتون در منطقه حسین خیل یک بسیار بیز کلان را ساختن. یک ارگان تعلیمی هستند یا باید از این ساحه بیز وردارن با یک ساحه دیگه انتقال بتن اوجا بیز بسازن و محصلین را بانن که بیان در پهنتون بغلان درست بخوانن. ولی آقای ستاری شما میدونین که کیها بالای استادان دانشگاه حمله کردند؟ یک دسیسه بوده، میخواستن که استادای پهنتون کی بوده آقای ستاری؟ این همین حلقی است که فعلا میخواد که پهنتون باید انتقال شود. یعنی اعضای شورای ولایتی؟ همین حلقه است که رفتن بالای پهنتون حمله کردن، همین حلقی است که پهنتون کتابخانه‌اش تخریب کرد، کامپیوترهاش تخریب کرد، شباتش تخریب کرد. باید از این بازپرس شد. درست. شما اسناد دارین آقای ستاری؟ معلوم گپ است وقتی که طالب به گردن نگیره و طالب همیشه که حمله کردن یا شلیک کردن طالب واضح میگه که این حمله را ما کردیم، اما طالب این حمله را نکرده. معلوم است که باید این وظیفه ارگان‌های امنیتی و کشفی است که باید این نفرا را. ولی شما میگین که کار اعضای شورای ولایتی است؟ ما نگفتیم که کار اعضای شورای ولایتی است. شما گفتین این حلقه خاص است. شورای ولایتی بالای رئیس فشار وارد میکند که باید ریاست پانتون انتقال کنه، بین مسئولین در شهر پل خمری تدریس بکنن چون شهرها خراب است. درست. چگونه باید این موضوع حل شود آقای ستاری؟ رای حل چی است؟ موضوع رای حلی است که باید پانتون پس به منطقه حسین خیل انتقال شود. اگر او انتقال نشود ولسوالی بغلان مرکزی، نهرین، برکه و خوست فرنگ یا ولسوالی بسیار کلان هستند که طرف شمال بغلان غلطیدگی هستند یا میخواین که روز یک شنبه یا دوشنبه بسیار تظاهرات کلان بکنه که تا پانتون پس به منطقه حسین خیل انتقال شود. شهرهای قندوز بغلان را بند میسازه. ما از حکومت خواهش میکنیم که باید هرچی عجلتر پانتون پس به منطقه حسین خیل انتقال بده. اگر یا از نامنی شهرها میگن که شهرها نامن است، باید یک گروهی از ریسفیدات ساخته شوند، با طالبا بشینند و با طالبا بگویند که یکی عملات عمومی است که در شهرهای بغلان در شهرهای عمومی عملیات عمومی میشه. ما با اولای از او کار نداریم، اما از این عملیات های خاص باید که در سرک میبارد از یا جلوگیری شود طالب هم این قبول میکنه، چون ما تجربه داریم در بغلان مرکزی همچنان یک مدرسه دینی بوده، همیشه طالبات سرک میبرامد، مادن حکومت میامدن جنگ میکردن، از طریق علما متنفیزین جوانا بین حکومت و طالب تقریبا 2 کیلومتر ساحه غربند است. نه طالب اوجا کار داره فیر بکنه و نه دولت فیر بکنه. مردم بسیار آسوده هستند، مردم میتونن که آرام زندگی بکنن شب و روز، هیچ مشکلی نیست. امی منطقه حسین خیل هم چنان میشود که محسن سفیدان علما جوانا پیش طالب هم برن، پیش حکومت هم برن، یک نوع امی منطقه را به طور غربان بکنن که درست. ولی اگر به خواست شما تمکین نشه آقای ستاری چی میکنین؟ باز اقدام بعدی چی است؟ اگر پانتون انتقال نشود ما مظاهره میکنیم، رای بغلان پل خمری را بند میسازیم که تا پانتون پس به مقر اصلیشان یعنی در حسین خیل انتقال شود. بسیار تشکر آقای منیر ستاری تحلیلگر سیاسی که از بغلان با ما بودند. یک موضوع دیگه مونده که یک لیسه است در چهارشنبه تیپه به نام لیسه ابو محمد، مدت 3 سال می شود که از طرف اردوی ملی وجه یک پوسته تاسیس شده. این لیسه سقوط است، گرچه ولسوال بغلان مرکزی سید کمال وردک به این کار عملا پاور داشته. ما از وزیر صاحب دفاع خواهش میکنیم که باید این پوسته را از این نهاد تعلیمی ورداره که تا شاگردان بتواند برن وجه درس خود پیش ببرند. چندین بار ما با اداره محلی ولایت و با لیوا با تماس شدیم اما با گپ ما کدام ارزش قائل نشدند. ما از خاص از طریق رسانه های خاص و از رسانه شما خواهش میکنیم از جناب وزیر صاحب دفاع که تای از مکتب پوستر ورداره که شاگردان بتواند درس خود پیش ببرند. بسیار تشکر آقای ستاری، ممنون از حضورتان. تشکر. آغاز روز هم تا لحظات دیگر.